امروز در جوار بزرگواری هستیم که نامشون با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدا پیوند خورده و اگر نگاهی بکنیم به فعالیت‌هاشون به عنوان یک طلبه جوان دوره اختناق رضاخانی رو هم درک کردند و از عنفوان جوانی هم به صف مبارزین انقلاب اسلامی در مبارزه با رژیم پهلوی پیوستن و بعد از انقلاب هم در جاهای مختلف مسئولیت‌های حساس مختلف حضور داشته و دارند و قطعاً حرف‌های ناگفته بسیاری دارند برای ما که امروز آمدیم تا بیشتر بشنویم. افتخار دارم در خدمت حضرت آیت الله جنتی باشم، دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی. حاجی قاسم سلام عرض می‌کنم و خیلی متشکرم که وقت دادید. علیکم السلام و رحمت الله. من هم از شما تشکر میکنم که این مصاحبه رو ترتیب دادید. خیلی ممنون میشم. بزرگوارید، ما از شما تشکر میکنیم. حاجی آقا از اینجا شروع بکنیم. ماشاءالله میگن تو این سن و سال 88 سالگی خیلی شاداب و سرحالید. این رمز پرنشاطی و شادابی شما چیه؟ میگن خیلی هم اهل ورزشید. خب گفت به این یکاد بخوانید و برفراز کنید. شمد که بعد حال من واقعش هر چی فکر بکنم خودم، من یه چیزایی دارم که احتمال میدم مؤثر باشه در این قضیه، ولی اون که عقیدمه اینه که این کار خداییه، عمر دست خداست، زندگی به دست خداست، مرگم به دست خداست. برای کسانی عمر طولانی، برای کسانی عمر کوتاه، در قرآن مجید هم این تصریح شده، همش همینه. من غیر از این دیگه چیزی مؤثر نمیدونم. ورزشتون چطور آقا؟ ورزش هم شنیدم مرتب هنوز دارم. ورزش من بله، ورزش من میکنم. من هفته دو روز میرم راه میرم تو آب و شنا میکنم. بله این هست. خیلی از جوان ها آقا الان به فکر ورزش اینجوری هم نیستن. بله خانم. کاهلی ماها بیشتر خودمون. بله من نه، من مرتب میرم دیگه، تا اونجایی که باشم تو تهران و عذر نداشته باشم میرم. خدا حفظ کنه. حاج آقا از دوران تحصیلتون شروع بکنیم، به نظرم بد نیست. بالاخره دوران تحصیل طولانی شما داشتید، اساتیدی که داشتید بیان بفرمایید، هم در اصفهان هم در قم. من دوران علمیم شامل تحصیل و تدریس به سه دوره تقسیم میشه. یه دوره تحصیلاتم در اصفهان، چه خب من اونجا پدرم رضوان الله علیه مرو آوردن بعد مدرسه جده و مشغول تحصیل شدم اونجا، در همون اوائل نوجوانی بود و شروع کردم مقدمات اونجا خوندم، سیوطی خوندم و شهر نظام خوندم. یک کتاب که حالا یه طربانه میخونن من خوندم اون زمان، متبر خوندیم، بعدش اومدیم شهر لومه خوندیم، معالم خوندیم، یک قسمتی اینا رو اصفهان خوندم. به اینجا که رسیدم دیگه گفتم من برم قم، چون عشقم به قم بود و یکی از دوستانمون رفته بود قم که با هم در اصفهان دوست بودیم. پدرم با اینکه من فرزند منحصر به فردشون بودم در این حال موافقت کردند و من رفتم قم. از اونجا به بعد در قم مشغول تحصیل شدم که سطح تقریبا در قم خوندم و خارج را هم ادامه دادم. اساتید سطح هم اون کسانی که خیلی ها میشناسندشون، یکی مرحوم صدوقی بود، شهر رامه را خدمت ایشون خوندیم، یکی مرحوم سلطانی بود، سید محمد باقر سلطانی که الان هم تو مقبره از امام دفن هستن، اونجا هست خوندم قسمت مکاسب را. یک قسمت مرحوم بهاءالدینی بود، من درس رسائل را خدمت ایشون خوندم، قوانین یک قدر خدمت ایشون خوندم، قوانین شاید خونده نمیشه، من اوزام ها میخوندیم. و ایشون واقعا از کسانی بود که از اساتیدی بود که من به این دوستان فلسفه‌ام من ایشون ارادت داشتم، صرف این نبود که استادان درس میدن این حرفا قلبا، مخصوصا مرحوم بهاءالدینی که اون روز ما به عنوان بهاءالدینی ایشون نمیشناختیم، ایشون آسد رضا آسد صفی میگفتن. و ایشون خاطره دارین ازشون؟ آقا خاطره خاصی دارین ازشون؟ بله دیگه، ایشون میگم من به این عنوان به این اسم میشناختم، بعد این لقب بهاءالدین رو ما فهمیدیم که ایشون داره. و ایشون حرکت میکرد از
منزلش میمهد، سرش هم مینداخت زیر یواش یواش میمهد. خیلی وارسته بود، خیلی مرد وارسته ای بود و در عالم دیه کار کرده بود. خیلی اهل عرفان بود و به جوری که اینو گفتن به من که ایشون یه دفعه میامده از خونه به مدرسه، رسیده به یه جایی که مورچه ها هستن میلولند و اینا، نشسته بود به اینا رو اینا فکر کرده بود که اینا رو خدا خلق کرده و چه جور الهامی بهشون کرده و چه کار دارن میکنند و بعد نشسته بود پا گریه کردن و از این عبرت گرفته بود. چون همینجور که قرآن فرما همه چیز آیه و نشانه خدا است، این آیه خدا را نشانه خدا را دیده بود و به یاد خدا نشسته بود گریه کرده بود. از این حالت ها داشتن درس هم وقتی میگفتن روان درس میگفتن، این سه تا استاد همشون اینجور بودن، روان درس میگفتن. حتی خارج کتابا که میگفتن وقتی میخوندن یه ما دیگه معطلی نداشتیم، خیلی راحت رد میشدیم. قرار اینه که این دو سه نفر را من از اونجا دارم. هم مباحثه‌یاتون که اونجا؟ هم مباحثه‌یمون اونی که بیشتر از همه بوده آیت الله خزعلی بودن، که ما یه جمعی از دوستان مشهدیمون ما با هم رفیق شده بودیم، سه چهار نفر بودن. آیت الله خزعلی بود، آقای نصراللهی بود، آقای محمد نهاوندی بود، آقای آیت الله سعیدی بود، یه چهار پنج نفر جمعی چهار پنج نفری بودیم که رفیق بودیم. اون وقت مباحثمون هم با آقای خزعلی عمدتاً بود. آقای خزعلی دوست 65 سالی منه دیگه، که هنوز هم این دوستی ادامه داره. عرض و بعدم گاهی هم خب آقای مرحوم مفتح هم ما یه مباحثه داشتیم با سید کرامت الله حسینی هم که نماینده خبرگان بودن در کوچولو با رحمت، با ایشون هم یه بحثی داشتیم. اجوالا اینا عمدتا هم مباحثه من اینا بودن. درس خارجمون هم عمدتا درس آیت الله بروجردی بود، که این واقعا فقیه ترین فقهایی بود که من میشناختم. خیلی بهشون از نظر فقهی عقیده علاقه و عقیده داشتم، درس ایشون میرفتم، فقه ایشون رو میرفتم، اصولشون رو میرفتم، عمدتا این بود. یه مدت کوتاهی هم درس آیت الله گلپایگانی میرفتم، بعدم عمدتا درس حضرت امام بود. دیگه این درس های خارج اون نبود که اصول و فقه امام رو هم مرتب رضوان الله من داشتم شرکت میکردم. اینا اساتید خارج من بودن. بعدش راجع به مسئله مدرسه حقانی دوره تدریس من، یه یعنی قصد در درس آزاد داشتم، چهار تا طلبه ایمدن با هم مباحثه میکردیم، درس میدادیم، تو مسجد امام میرفتیم اونجا اساتید که درس میدادیم، یا تو یه حجره میرفتیم درس میدادیم، درس های آزاد بود. تا اینکه مرحوم آیت الله بهشتی ایشون به فکر افتادن که این وضع این که حوزه داره وضع مطلوبی نیست، خیلی آزاده، هر کسی هر طرف طلبی هر چی میخواد میخونه، هر چی میخواد نمیخونه، هر استادی میخواد انتخاب میکنه، چه نمیخواد انتخاب بکنه، خیلی زیاد آزاده، هدایت نمیشن طلبه ها. گفتن ما باید در همه حوزه که نمیتونیم اثر بذاریم یه بخشی از حوزه را خودمون تنظیمش بکنیم، نظم بدیم. و برنامه مدرسه حقانی رو ایشون تنظیم کردن، برای بودجش هم با حضرت آیت الله میلانی صحبت کرده بودن که ایشون کمک بکنه بودجش رو بده، چون ایشون که پولش خودش نداشت آقای بهشتی. و این مدرسه رو به راه انداختن. یه برنامهش 16-17 ساله از اول صرف و نحو شروع کردن تا درس آخر خارج و تحقیقات. یعنی یه طلبه‌ای که میمد 16-17 سال اونجا؟ بله دیگه، از اول معلوم بود که چی میخواد بخونه و امتحان بگذارن، امتحان با دقت امتحان کنن، بعد استاد گزینش استاد داشته باشن، هر استادی نمیتونن اینا برند خودشون انتخاب کنن، استاد برشون تهیه میکردن، استادای خوبی رو تهیه میکردن که از نظر علمی و اخلاقی روبرا باشن. و بعد هم مدرسه سپردن به آیت الله قدوسی. آیت الله قدوسی مدیریت بسیار قوی داشت، مدیریت نمونه داشت، واقعا خیلی عالی بود. و ایشون خیلی حرف درباره ایشون هم داریم. وقت آقای آیت الله قدوسی که ایشون مدرسه را تصدی کردن،
ایشون هم از من دعوت کردن، خود آقای بهشتی هم از من دعوت کردن که بیا شما اینجا همکاری بکن. همکاری ما با مدرسه اقانی شروع شد. از همون درس های صرف و نحو و اینا شروع شد. بعدش ادامه پیدا کرد تا درس رسائل و درس عرشبت که معالم و درس شرح لومه و درس کفایه. اینا را ادامه همینجور من خودم جلو رفتم. بله این تو این مدرسه اون وقت برکات بسیار خوبی داشت. خیلی بازده خوبی داشت. و جوری بود که طلاب تربیت شده بودن که واقعا ما مورد اعتمادمون بود. از نظر علمی قبولشون داشتیم، از نظر اخلاقی قبولشون داشتیم، از نظر سیاسی قبولشون داشتیم. و آقای آیت الله بهشتی هم مرتب خودش سرچشی میکرد اونجا، میمد اونجا. ما هم جلساتی مشورتی داشتیم، من و آقای قدوسی، آقای بهشتی، و از وقت میتشه هم آیت الله مصباح هم شرکت میکردن. در برنامه مدرسه رو تنظیم میکردیم و مدیریت مدرسه رو کمک میکردیم آقای قدوسی رو. آجا خب اون شاگردانی که اونجا تربیت شدن تو ذهنتون هست چه کسایی؟ بله شاگردای خوبی اونجا تربیت شدن. الان بسیاری از کسانی که تو دستگاه قضایی هستن از همین شاگردای اونجا هستن. مثل آقای محسنی اژه از اونجاست، از آقای رئیسی از اونجاست، طلاب دیگر آقای نیری که تو اسکای قضایی از اونجاست. در اون پست های بالای قضایی خیلی از این دوستان ما هستن الانم. اصلا اولم اینجور بود که اصلا کار قضایی افتاد دست اینا، چون آقای قدوسی وقتی که انقلاب شد دیدن که ما خلأ داریم در مسئله قضایی. خب قاضی که اصلا اینا که دادگستری اون زمانی که ما قبول نداریم که باید بیان برای کارهای دادگاه انقلابی ترتیب وضعیتی بدیم. ایشون خودش از قم اومد دیگه، در مدرسه رها کرد اومد قم اینجا و خودش تشکیلات ارشد قضایی رو راه انداخت زیر نظر آیت الله بهشتی. و اون وقت این طلبای مدرسه اقانی هم عمدتا جذب ایشون شدن. اونایی که ایشون که آمد اینا ها به دنبالش آمدند ارشد که اینجا همجام دارم ادامه بدن. اون وقت به قدر این مدرسه اقانی برکات داشت که واقعا روح شهید بهشتی شاد که این مدرسه سبب شد غیر از اینکه حالا یک کادر قضایی در تربیت کرد برای جمهوری اسلامی، علاوه یه مدرسه شهیدین از جدا شد از مدرسه حقانی. یکی از برجسته‌ترین شاگردهای مدرسه حقانی که آقای طباطبایی بود، دست پرورده آقای بهشتی بود، یه مدرسه شهیدن درست کرد مثل مدرسه حقانی. بسیار خوب، خیلی عالی، هنوز هم ادامه داره. جامعه الزهرا اونجا هم همین آقای قدوسی رضوان الله علیه درستش کرد و دخترای دانشجوی اونجا رو، طلبه اونجا رو تربیت کردن به همون صورتی که مایل بودن تربیت بشن. و همینجور کاری از این قبیل آثارش مونده. اینا این کار اساسی اینه که انسان تربیت کنند، عالم تربیت کنند. این کار آقای بهشتی کرد. حاج آقا اشاره کردید که از خب اساتید شما امام خمینی رحمت الله علیه بودن. آیا فعالیت شما ضد رژیم پهلوی که فعالیت سیاستون رو شروع کردید به همون از بدو آشنایی با امام برمیگشت یا نه زودتر از اون شروع کرده بودید شما؟ نه از همون وقت بود، برای که قبلش ما جرأت نمی کردیم حرف بزنیم. یعنی به قدر خفقان بود که حالا ما که بچه بودیم و سن سالی نداشتیم، یه طلبه بودیم، ولی کسانی بزرگتر از ما، چه علما چه غیر علما، جرأت حرف زدن نداشتن، میترسیدن. بنابراین هیچ گونه فعالیتی نداشتیم برای ضد رژیم. ولی خب از وقتی که حضرت امام نهضت ها شروع کردن یه همه جرأت پیدا کردند و حول محور ایشون و با رهبری ایشون وارد صحنه شدند. بعد یکی از مسئولیت ها شما مطالعه می کردم پیش از انقلاب رسوندن اخبار و اطلاعات مربوط به حضرت امام به حوزه ها و مجامع دینی مختلف بود. اینا رو این اخبار و اطلاعات اولا شامل چه مواردی می شد و چجوری می رسوندید به جاهای مختلف؟ ما
ما حرکت از امام یه حرکتی بود که برای بسیاری از علما ناشناخته بود و نمیدونستن که امام میخوان چی کار بکنن. ناشناخته بود یعنی که اصلا موافقش نبودن؟ نه، اصلا بعضیش اصلا نمیدونستن که امام میخوان چی کار بکنن و بعدم بعضیشون نظر موافق نداشتن. نظر موافق نداشتشون هم قسمت مصلحت اندیشی بود، میگفتن فایده نداره با نظام که نمیشه، با رژیم که نمیشه در افتاد، اون قدرت سواک هست، اون قدرت های نظامی انتظامی اینا هست، حضورشون در همه جا هست، یکی حرف میزنه فوراً گزارش میدن فرده میگیرنش، مگر میشه با اینا در افتاد؟ اصلا امکان مبارزه و معارضه رو اینا قبول نداشتن. بعضیش هم اینجوری بود، بعضیش هم نه، عادت کرده بودن به سابق. یه مسئله هم که قبلا بود که بعض این را تخدیرشون کرده بود این بود که اینو گفتن دین از سیاست شده است. این جا افتاده بود، جا افتاده بود و معتقد بودن که ما وظیفمون کارهای دینیه، طلبه و اهل علم و مرجع تقلید اینا باید برن تو رساله نویسی و ارشاد و منبر و تبلیغ و امثال اینا کار بکنن، اما مدیریت کشور و حکومت به دست دیگران باید باشه، اینا از هم جداست، نمیتونن اینا با هم باشن. اینم خیلی باورشون نداده بود و به همین دلیل هم مثلا نواب صفوی رو محکوم میکردن و جریان فدایین اسلام را محکوم میکردن که اینا وارد سیاست شدند و طلبه های هستن، اهل علم هستن که اومدن تو وادی سیاست افتادن، از اینجا در قبولشون نداشتن. آیت الله کاشانی را مثلا خیلی قبول نداشتن، پس میگفتن که این اهل علمی است که افتاده تو وادی سیاست، عالم نباید تو وادی سیاست وارد بشه. اینجور بود. به این دلیل هم بعض وقتا خب نسبت به حضرت امام اینا نظر خوشی نداشتن. ولی خب این ماها بودیم، من و امثال من، ما من خب عددمون کم نبود، می رفتیم تو شهرستان ها با علما صحبت می کردیم که چیه قضیه، امام چی می خوان، چی کار می خوان بگن. اولا امام رو همه نمی شناختن، باید معرفی کنیم ایشون فردیش از نظر علمی اینه، از نظر فلسفی اینه، از نظر عرفانی اینه، از نظر اخلاق اینه، از نظر سوابق اینه، اینا جهات علمی اخلاقی ایشون رو معرفی کنیم. بعدم حرکت انقلابی رو برای اینا توجیه بکنیم و توضیح بدیم که میخوان چیکار بکنن، نظرشون چیه و امکان مقابله هست. فساد دستگاه رو بیشتر معرفی بکنیم، ضرورت برخورد با این فسادها رو معرفی بکنیم، به عنوان نهی از منکر به هر عنوانی باشه باید مبارزه با فساد کرد. برخوردشون با شما چطور بود؟ برخوردشون بد نبود. من میرفتم اصفهان مثلا با بعضی هم صحبت میکردم، من خوزستان رفته بودم، از وقت که خرمشهر رفته بودم با بعضی از علمای اونجا صحبت میکردیم، اینا رو حضوری توجیهشون میکردیم. این کار لازم بود و خب خیلی هم مؤثر بود، خیلی هم مفید بود. اعلامیه‌های حضرت امام را خب منتشر میکردیم، نظرات انقلابی ایشون رو بیان میکردیم که ایشون میخواد رو محور اسلام کار بکنه، میخواد انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی برقرار بکنه. شهرستان بالاخره ما ناچار بودیم علما رو توجیه بکنیم. کار گسترده وقت چقدر طول کشید آقا؟ همین مثلا تقسیم کاری که کرده بودیم برای توجیه اینا چقدر تقریبا طول کشید؟ چند سال طول کشید تونستید همراه بکنید؟ چند چقدرشون رو همراه کردید از این علما؟ نه خیلی به تدریج همراه شدند، خیلی همینجور. اون دست آخرش این بود که سکوت کردند و مخالفت نکردند. اون دست بعضی اینجور شد، بعضی هم نه، اومدن تو آدیو ورشاکه و موافق شدند و خودشون هم دوید جریان انقلابی قرار گرفتند. مثل آیت الله خادمی اصفهان مثلا، خب از اون کسانی بود که دیگه حسابی اومد تو انقلاب و وارد میدان انقلاب شد و حرکت های انقلابی رو اصلا هدایت میشد در اصفهانی شد. بله اینجوری بود. سه بار دستگیری به دست ساواک و سه سال هم تبعید به اسدآباد همدان، اینا حالا هزینه هایی بود که برای فعالیت های سیاسیتون قبل از انقلاب پرداخت کردید. میشه از بخشش برای ما بگید، یه مقدار بیشتر توضیح بدید چجوری؟ حالا از هر کدوم که دوست دارید، از هر دستگیری یا هر نکته که دوست دارید بگید. بله من را از نظر زندان دو سه نوبت من در قم دستگیر شدم که
اولش هم که دستگیر شدم همچی خیلی ناراحت شدم و زیاد از نتیجه متأثر شدم. چون صحن حضرت معصوم خواستم وارد بشم، نمی پسر جوانی در موچ منو گرفت. گفتم چکار دارم؟ گفت بریم. کجا بریم؟ بله بریم سواج. فهمیدم که این مأمور سواجه و دنبال من بوده و اینجا منو پیدا کرده و دستان رو گرفته. خیلی برام تلخ بود که ما کارمون باید به اینجا برسه که بسه جمعونه که 25 ساله بیاد موچ منو بگیره و ببردم سواج. به هر حال اونجا ما رو بردم تو سواک و اونجا هم یه قدری نشستیم و دوتا سوال جواب کردند و بعدم ماشین آماده شد که ما رو بیان تهران. من رو بردن تهران. بعدم یه ماشین کتاب دیگه هم بود که اون یه کامیون بود کتاب سوش بود. اونم همراه ما بود. بعد من فهمیدم که کتابان شهید اندرزگوه. اونم اونجا بود شهید اندرزگوه از که شایدیارای طلبه مرسی حقانی بود. چهیدن من جناب بود با منم رفیق بود و خیلی هم خوشم میاد و شما نمیدونستم اینقدر عرضه و جور بزده داره و خیلی هنر داشت. به هر حال دیدیم اینا ایشون رو گرفتن و این کتاب های اینا رفتن تو خونش ریختن و کتاب هاش جمع که انداز نمارد ندار. به هر حال اینجا ما رو بودن تحویل سواک اینجا دادن و رفتن به قزل قلعه و دیدیم نه عده دوستان دیگه اون اونجا هستن. دیگه خوشحال شدم که دیگه خیلی مشکلی نداریم اینقدر اون ناراحتی هم. کیا بودن از آقا؟ توی قزل قلعه کیا بودن؟ اونجا آقای آذری قومی بود رضوان الله علیه، آقای ربانی شیرازی بود، آقای ربانی املشی بود، محمد منتظری بود، شهید محمد چند نفر بلشمه اینا بودن دیگه. اونجا دیگه مقداری های چند روزی تو سلول خب ناراحت بودیم و بعدش هم میام تو اواخری هم دیگر میدیدیم و با هم صحبت میکردیم. بعضی وقتا میرفتیم با هم والیبال بازی میکردیم با هم هم تو اواخری و از وقت که گرم بدید یه قصد خیلی نمیخوادیم اونجا. در حال این دو سه نوبت همش همین جورا بودی. خیلی آقای مروارید بود بشکر اصلا مروارید اونم بود اون دیگه بومی شده بود اونجا دیگه مرتب میگرفتن میبارندش بزده آزادش میکردن دوباره برمیکردن. خیلی عادی شده بود وقتی وارد میشوند گفت شام چیه دیگه مثلا خیلی مثل خونه شروع بده دیگه. بله اینجوری بود. اونجا به هر حال دو سه نوبت گذشت. بعدش مسئله تبعید که من در ایام تبلیغ خیلی مدت هایی میرفتم خوزستان. بعدم آقای عبدالرسول قائمی خدا رحمتش کنه دفعه من گفت که خارج جزیره خارج هم اونجا چیزی نیست شما بیا برو اونجا. من خیلی هم آشنا نبودم با خارج خارج چه خبره چیه اینجا. من قبول کردم به زحمت آقای قائمی آشنا بود دیگه با مأمورین اینا یه جوری اون رو قانعشون کرد که من قبول کنم برم خارج. رفتم خارج. اولین وقتی بود که خارج را دیدم و اونجا هم بساط من رو پهن کردیم و چند دفعه من هی رفتم و برگشتم. یه ده روز پونزده روز یه ما میموندم برمیگشتم تا یه دفعه اومدم دو سال اونجا موندم. تو خارج؟ تو خارج. دیدم جای خوبیه اونجا. خوب میشه کار کرد. و مردم علاقه مندن. یه ده تو شرکت نفتن. یه ده توی دهی که در کنار اونجا بود به خودشون میگفتن قریه. اونجا هستن مردم بومی اونجا هستن. اینا مردشون به ما علاقه من شده بودن. تو مسجد ده میرفتیم، منبر میرفتیم، تو مسجد شرکت نفت میرفتیم، منبر میرفتیم. بعد این دست روز در ایام آخر که من اونجا بودم یه کسی بود بنا دکتر صدارت رئیس سواک بود که بعدم گرفتن اعدامش کردن اینجا. از وجه ایشون منو خواست و بعد گفت شما باید از اینجا برید. من خب چاره نداشتی بریم. با خیال این که خواهم اینقدر ما میریم دیگه باید از اینجا بریم. خب خودمون میریم دیگه هر جا خواستیم میریم. وقتی رفتم تو آبای ما دمی که وقل من نشسته گفت من خدمت شما هستم. من روشه این مأمور سواک همراه مأمور من اومده اونجا ما رو تحویل بده. بعد آوردن دمون اونجا آبادان ها تحویل مو دادند و باید نشانه چیکار میخواند بکنند. اونجا دیدیم که دارن با هم صحبت میکنند و مقدمات تبعید من رو دارن فراهم میکنند. بالاخره معلوم شد که بله من رو میخواند بفرستند اسدآباد. چند تا مأمور ژاندارمری مسلح
اینا همراه ما اولا هم صحبت دادن که دستبند بزنند و اینا بعد یه دلشون سوخت نمیدونم چطور شد که دیگه منصرف شدن بدون دستبند ولی مامورین مسلح همراه از اونجا با اتوبوس که حرکت کردیم ما رو بردن اسدآباد اسدآباد شب که رفتیم نمیدونستیم کجا بریم بردن پاسگاه تحویلمون دادن بعد گفتن که خب مقدمات فراهم کردن ناممون رو نوشتن و خصوصیت نوشتن و گفتن خب حالا میخوای بری برو تا فردا صبح بیا من جا نداشتم برم گفتم کجا برم یکی از اون مامورین اونجا رو گفتن برو خونه این رفتیم خونه این از وقتی رفتیم اونجا دیدیم گفت که منم مقلده ایم آقای خمینی خب حسن اتفاقی بود گفت من اینو نگفتم ولی من مقلده آقای خمینی هم دیدیم خب خوب شد این اول کارش خوب شد دیست و بعدش هم دیگه امام جمعه اونجا آیت الله حمزه ای بود اونجا ما رو خیلی پذیرفت و خیلی احترام کرد دو سه سال اونجا من بعد نگذشت بعض وقتا خوش میگذشت دیگه اونجا همه میمدن اونجا دیدنمون و از اصفهان هم از لادان هم میومدن از لادان هم میومدن دیدنتون از همه جا میمدن خیلی از نجف آباد بیشتر میمدن از اون محله مون میمدن از شهرهای مختلف اصلا شاید زیارتگاه شده بود ولی من و تبعیدی های دیگه هم تنام نبودم دیگه یه دیره افتاده بودم حالا آقا من میخوام برم سراغ بعد از انقلابتون ولی این تو ذهنم اومد این فعالیت های سیاسی که میکردیم پدر اون موقع در قید حیات بودن دیگه بله نگرانتون نمیشدن چون تنها فرزندشون بله هم بودن بله پدرم حضیت میشدن من ناراحت پدر و مادرم بودن از خودم ناراحتی نداشتم من واقعا به من سخت نگذشت ولی نگران اونا بودم همینجوری شما اشاره کردین من تنها فرزند این خانواده بودم و پدرم و طبیعی بود خیلی به من علاقمند بودن ولی خب یه ایشون هم کم کم مدتی هی ما رفتیم زندان و برگشتیم و تبعید و ایشون هم آمد در اسدآباد اینا و ایشون هم دیگه کم کم جا افتاد عادی شد دیگه چیزی که نداشتن که مثلا شما رو نهی بکنن نه هیچ حاجا خب نخستین مسئولیت شما بعد از پیروزی انقلاب ریاست دادگاه حاکم شرع انقلاب اسلامی خوزستان بود حالا من جالب شد برام چرا انقدر شما به خوزستان مثلا اشاره کردید که برای تشریح نظرات امام میرفتم خوزستان من اول که انقلاب برپا شد و بنا شد دادگاه انقلاب تشکیل بشه من تهران کار میکردم همینجا تو این قزل قلعه با تعداد یا اینم داستانای مفصلی داره که من حالا الان بخوام صحبت بکنم خیلی وقت میبره نمیخوام خیلی وقت بگیرم بناشون ما بریم قاضی بشیم ما هم صفر کیلومتر بودیم دیگه یعنی ما که دوره قضاوت نخونده بودیم و حقوق نخونده بودیم و درس نخونده بودیم و اینا ولی انقلاب و مسائل اسلامی رو اینا رو آشنا بودیم بالاخره ما گفتن که چاره ای نیست برید شما اینجا یا همینجا یه دادگاه تشکیل شد این مجرمین را می آوردن اونجا محاکمه می شدن و اول اینجا من بودم تهران بودم مدت اینجا بودم بعد یه وقتی شهید مطهری به من فرمودن که خب شما بیا رو خوزستان برای اینکه اونجا زندان ها پره قاضی هم نداری هی هم روز به روز زیادتر می شده می گرفتن تونتون و جا نداشتن خیلی وقتا و بعدم قاضی هم نیست با اصرار ایشون من رفتم خوزستان من اون وقت برای این سفر آماده نبودم من اینجا خیلی راحت تر بودم دیگه با اینکه اینجا بیوشه نبودیم بعد رفتم اونجا خوزستان و اون وقت اون دادگاه انقلاب اسلامی رو ما اونجا را انداختیم و مشغول کار شدیم منتهاش به دلیل همین که ما قاضی نداشتیم و کم داشتیم من به تهران و خوزستان اکتفا نکردم ناچار بودم بعض وقتا رفتم خرمشهر و بعضی شهرهای دیگه اونجا بعض وقتا رفتم اصفهان مدتی من اصفهان میرفتم قاضی بودم اونجا خاطر کمبود قاضی و اینها بله نبود دیگه واقعا نبود اینایی هم که میمدن بلد نبودن چیکار بکنن میگم واقعا امسال من که دوره ای ندیده بودیم راجع به کار قضاوت حتی احتمال اشتباه تو قضاوت ها نمیرفت اون موقع به خاطر اینکه حالا شما آموزشی ندیده بودین و اینها یا نه اصول کلی رو میدونستید همون اصول کلی بود و اینکه این مسلم بود که افراد رژیم باید محاکمه بشن این حتما این محاکمه
تا به مقدار جرمشونه، بعضیشون رو زندانشون بکنیم، بعضی رو شلاقشون بزنیم، بعضی اعدامشون بکنیم. در خیلی مسائل هم با امام در ارتباط بودیم. نظر میگرفتیم. بله دیگه، چون ما نمیدونستیم چون بعضی آدم مونده بودم، حتی من از امام سوال کردم، گفتم ما چه کسانه میتونیم اعدامشون بکنیم؟ ایشون یک مثالی بر من زد، یه مطلبی به من فرمودند، فرمودند اینجوری کار بکنید. و خیلی وقتا زیر نظر ایشون کار میکرد. بعد شما برای امامت جمعه تو کرمانشاه نخستین امامت جمعتون رو تو کرمانشاه تجربه؟ نه نه، امامت جمعه نه، من از خوزستان شروع شد. از خوزستان شروع کردی؟ بله، خوزستان که من بودم خیلی هم به فضای گرمی بود و پر التهاب بود و از که مردم خیلی علاقمند بودم، خیلی خوشحال بودم، یه انقلاب شده بود و رژیم رفته بود و اینا و خیلی به ما علاقمند بودن. در کنارش هم یه عده ضد انقلاب هایی بودن که تو دانشگاه سنگر گرفته بودن. به اینجا هم همینجور بود و رفته دانشگاه سنگرگیری کرده بودن. و تو ارتش هم یه عده بودن که اونجا کاشیکنی میکردن. یه وضع اینجوری هم داشتیم. بالاخره بعد اینا به من اومدن گفتن که بیای نماز جمعه بخون تو دانشگاه. منم تا حالا نماز جمعه نکرده بودم، دفعه اولم بود. و اونم جاش دانشگاه. رفتیم اونجا و نماز جمعه رو اقامه کردیم. خیلی شلوغ شد و خیلی شور و شعف و مردم برای علاقه. نماز جمعه با شکوهی برگزار شد. همونجا به ما گفتن که این بر بچه هایی که رفتن اینجا سنگرگیری کردن، اینا میخوان حمله بکنن به شما و اینا بیاند و شما رو حملت بار بکنن. من همونجا ابتکاری که خدا به من الهام کردم اعلام کردم که از رادیو بگید برسید به دانشگاه، مردم بیاد دانشگاه. مردم اومدن و همه اینا که رفته بودن اونجا تو دانشگاه سنگرگیری اینا گرفتنشون، آوردنشون، زندانشون کردن و قائل خوابید که اگر این کار نشده بود اونا خیلی بلا به سر ما می آوردن. بله، نماز جمعه من در خوزستان از اینجا شروع شد. اما مسئله کرمانشاه این بود که مرحوم عبدالله اشرفی که شهید شدن اونجا پست امام جمعه خالی ماند. من گفتن که اینجا شهید از دست رفته و نماز جمعه کسی اقامه نمی کنه، شما برو کرمانشاه نماز جمعه رو اقامه کن. ما هم رفتیم اونجا نماز جمعه رو اقامه کردیم به همین دلیل. و بعد هم دادگاه اونجا هم شاید یک از جایی بود که من تو دادگاه انقلاب شرکت میکردم، یه قدر وضع ناامنی هم داشت. حتی بعضی وقتا به من میگفتن بعضی دوستانمون که صبحانه رو نماز، من یادم نماز غیر نماز جمعه نماز جماعت هم میرفتم، میگفتن نرو نماز اینجا خطرناکه. من دیگه بعضی وقتا جوری بود که وقتی میخواستم برم صبح از خانه بیرون با مطمئن نبودم که برمیگردم دوباره. احتمال میدادم که خب اون ناامنی های اول انقلاب. بله، به هر حال، ولی خب خدا حفظ کرد. نماز جمعه من از خوزستان شروع شد، از اهواز و بعدم کرمانشاه و بعدم قم و بعدم تهران. تهران اولین باری که نماز جمعه اقامه کردید کی بود آقا؟ من دقیق تاریخ یادم نیست، ولی یه وقتی من خب چون قم بودم دیدم مقام معظم رهبری نظرشون این بود که من بیام تهران و مثل خطبه های قم و اینا رو به نظرشون جالب بوده و اینا مایل بودن که من بیام تهران. به من دستور دادن که شما بیا تهران، من به دستورشون اومدم تهران. و حالا میخواستم فرصت استفاده کنم چند تا سوال در مورد نماز جمعه هاتون بپرسم. شما معمولا الان خب البته که الان یه مقدار خطبه کمتر میخونید، یه مقدار به خواسته خودتون کمتر میرید، اما اون روزایی که خطبه دارید چقدر وقت میذارید از قبلش مطالعه میکنید؟ چه منابعی، چه در واقع مشاوره هایی دریافت میکنید برای صحبت کردن؟ من وقتاش و فصلش هم یه قدری فرق میکنه، ولی معمولا از هفته ای که من میخوام نماز جمعه بخونم از اون هفته اول از شنبهش 10 دقیقه نماز جمعه رو دارم. از همون اول هفته 10 دقیقه شو دارم. همینجوری که کارو میکنم بعد وقتا یه مطالبی یادم میاد که این باید تو نماز جمعه گفته یادداشت میکنم. کنار کارام یکی هم ایناست بعض وقتا. و بعض وقتا مثل مطالعه باید بکنم.
در کنار کارم یا همون تو دفتر روز یا شب تو خونه اونا رو مطالعه میکنم. در قسمت های سیاسی من مشورتم دارم، من بدون مشورت کار نمیکنم، برای اینکه خب من خیلی مسائل با اطلاع ندارم، اینا رو باید کسی من اطلاع بده. خب من مشغول کار خودم هستم، شورای جوان هستم و کارهای شورای جوانی رو میکنم دیگه. روزنامه هم میخونم ولی روزنامه کافی نیست. ولی من بعضی دوستانی دارم که با هم مشورت میکنیم، اونا میان میگن که یه شرحی از وضع موجود میدن، اتفاقاتی که افتاده، چیزایی که هست، سال جاری و بعدم چی گفته بشه چی گفته نشه به اون مشورت میکنم. شده خدای نکرده یه جایی مثلا صحبتی بفرمایید اطلاعاتی که به شما رسیده باشه مثلا درست نبوده باشه، بعدن اصلاح میکنید و اصلا اتفاق افتاده چنین چیزی؟ بله بله، من این حالت را چند مرتبه تجربه کردم که بعض وقتا مطلبی را گفتم اشتباه بوده، بعد چون در روایت میفرماید که اگر کار گناهی کردید در جمع بعد خواستید توبه کنید، توبه تونم تو جمع بکنید، نه اینکه گناه رو تو میون مردم بکنید، تو برای خونتون بکنید. این دستور اسلامه. به همین دلیل من در خب نماز جمعه بعدی میمدم عذرخواهی میکردم. چند مورد اینجور اتفاق بود. یه خبر اومده بود چند سال پیش که شما از امامت جمعه کنارگیری کردید که تکذیب شد و اینا. این برای ما میشه بگید چی بود؟ اصلا به خواست خودتون زاده؟ نه کنارگیری به اون معنا که نبود. البته من چند تا کار داشتم که این مقداری بار منو سنگین کرده بود. من اون کار اصلیم کار شورای نگهبانه، کارهای دیگه کارهای فرعی بود برای من. من از مقام معظم رهبری خواستم بعضی از این کارها را دیگه شما اجازه فرمود که از عهده من برداشته بشه. یکیش همون نماز جمعه بود، یکی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، من اونجا عضو بودم، یکی شورای مجمع تشکیل مصلحت بود. دم اینا مرتب من بهترش رو که بیشتر وقتم رو به یک کار برسم بگذارم و همینجور که به قول اون آقا مردی و کاری دیگه، هر کسی یک کار بکنه به کارش میرسه، اگر بخواهم به کار بکنه به کارش نمیرسه. ایشون فرمودن که خب راجب شورای عالی انقلاب فرهنگی مانعی نداره، میخوای اونجا نری نرو، ولی نماز جمعه رو باید داشته باشی و مجمع تقسیم مصلحت هم باید بری به عنوان شخصیت حقیقی علاوه بر شخصیت حقوقی. بعد من گفتم که خب من یه مقداری نماز جمعه برام سنگینه، بعض وقتا یه مقداری برای من سنگینی میکنه، فهمیدم خب فاصله هاشو زیاد کن. حالا الان مثلا یه ما میری یه مقداری فاصله هاشو بیشتر کن. گفتم خیلی خوب. وقت از اون وقت قرار گذاشتیم که من دو ماه یه دفعه برم به جای یک ماه یه دفعه، دو ماه یه دفعه. این بود قضیه. بعد آیت الله جنتی به غیر از این روش های مرسومی که خب مسئولان ما دارن برای ارتباط با مردم و مثلا از مطلع بودن از وضعی که تو جامعه میگذره، چون برخی انقدر گرفتاره به قول شما کارهای روزمرهشون میشن از وضع واقعی جامعه غافل میشن، چه روش هایی دارید که با مردم در ارتباط باشید؟ چجوری از اوضاع جامعه مطلع میشید؟ من اصلا نزدیکی به مردم، یکی دو نماز جمعه که من میرم به عنوان معموم، چون من در نماز جمعه شرکت میکنم وقتی هم که نوبت هم نید. اونایی که اونجا هستن جمعشون در نزدیکی هند و میاند و حرفی داره با وقتی میخواد و بعد مثلا وقت بهش میدیم و اینا. یک قسمت عمده در مشهد که من میرم، مشهد که من میرم اونجا خیلی عادی مثل یه زبار دیگه میرم، از اون محل سکونتم میرم حرم، پیاده میرم، یعنی عمدت شو پیاده، یک قسمت شو پیاده، یک قسمت بانشی میریم، ولی همون مسافتی که هست در حاشیه حرم صحنه. اونجا پیاده میرم، تو صحنه پیاده میرم، تو اون فضاهای پیاده میرم، اونجا مردم همه با من تماس میگیرن، خیلی میان حرف میزنن، صحبت میکنن، سوال میکنن، بعد وقت عذرخواهی میکنن که ما یه حرفای گفتیم شنیده ایم افراد میخوام و اون تماس با مردم اونجا خیلی عادی معمولیه دیگه، هر چیزی میخواد حرفاشو نمیشنه، هر حرف میتونه بزنه. بله بعد این حرفایی که شما خطاب به مسئولان
میزنید و تذکرهایی که میدید، آیا بیشتر از همون تریبون نماز جمعه است که تذکر میدید یا نه خصوصی هم بهشون تذکر میدید؟ من خصوصی به اونایی که احتمال اثر میدم گاهی میگم، صحبت میکنم. مثلا همین وزیر علوم را، حضرت این آقای فرجی دانا را من خواستمش و اینجا بهش گفتم که این افرادی که شما داری میذاری در ریاست دانشگاه ها اینا منحرفند، بعضی هاشون اهل فتنه هستند، سابقه فتنه دارند، چرا اینا رو میذاری؟ و از اون نامم بردم که تو فلان دانشگاه فلان آقا رو گذاشته، این سابقه اینجوری داره، فلان دانشگاه اینا گذاشته، به خصوص برای اینکه مشخص بشه که نام اطلاعاتشو بهشون نام دو موردش رو بردم براشم، گفتم اینا سندش هم هست که اینا تو فتنه نقش داشتن. خب بعض وقتا اینجوری میشه، مثل این آقا وزیر سابق علوم، ولی خب نه، غالبا وقتی که ببینم اثری نداره و نتیجه نداره نه. اما خب خیلی وقتا چرا با وزیرت مسئولات کشور مثلا همیشه سر و کار داریم، بعض وقتا تذکرات با دستگاه قضایی بیشتر، چون خیلی مردم مراجعه میکنن من شکایت دارن از کسانی که بهشون رسیدگی نمیشه، پرونده دارن که پروندهشون رسیدگی نشده، به من میگن، من اینا را نامشون رو میفرستم برای آیت الله لاریجانی، برای دوستان دیگه مون، آقای اژه‌ای، آقای رئیسی، امثال اینا، و از اینا میخوام که یک پاره رسیدگی بکنم. حاجی عموما به تذکرات امامان جمعه عمل میکنن مسئولان؟ یعنی شما که ارتباط دارید با امامان جمعه هم همینجور؟ نمیتونم بگم کاملا ترتیب اثر میدن، ولی اینم میتونم بگم که بی اثر نیست. بالاخره تریبون نماز جمعه جاییست که روش حساب میکنن مسئولین، برای حیثیت خودشون و آبروی خودشون. چون اونجا یه امام جمعه وقتی یه کسی رو در مسئولی را میاد اونجا زیر سوال میبره، اعتراض میکنه، شکایت مردم را اعلام میکنه، بالاخره اون تو مردم زیر سوال میره، ناچاره که رعایت بکنه. از این جهت میگم که بی اثر نیست، ولی اثر کلی هم نداره، چون بعضی وقتا میگن که این امام جایی که این صحبت کرده درست اطلاع نداشته. چند وقت پیش از همین جایگاه نماز جمعه تذکری رو به آقای علی آقای جنتی فرزندتون که تو وزارت ارشاد وزیر ارشاد هستند دادید، چقدر این تذکرتون مقبول بود و مورد قبول ایشون قرار گرفت؟ آیا خصوصی هم بهشون تذکر تا حالا دادید؟ بله، من چند دفعه تا حالا ایشون خصوصی تو خونه که میاد بهش تذکراتی دادم، عرشبت که. و خب من به صورت کلی به شما بگم که وزارت ارشاد من معتقدم که باید ریشه ای اصلاح بشه، با یه مورد دو مورد و اینا نیست، از فضای وزارت باید عوض بشه. بعض جای دیگه هم داریم که همینجوره، موردی بگی اینجا رو درستش کن، اونجا رو درستش کن، اونجا رو درستش کن، برفض هم درست بکنه، ولی ریشه کن نمیشه. از آقا لحن تذکری که تو نماز جمعه و علی آقای جنتی داریم بیشتر پدرانه بود یا از جایگاه امام جمعه بود؟ چون بعضی میگن لحنتون متفاوت تر از قبل بود. نه، من دیگه واقعا لازم میدونستم این تذکری بدم به عنوان امام جمعه، این تذکر لازم میدونستم، ولی معتقد بودم که بهتره که برای بیشتر اثر بکنه خصوصی بهش بگم. اون خصوصی نظرم این بود که اگر بخواد اثر بکنه اون بیشتر اثر میکنه. حالا شاید برای مخاطبای ما جالب باشه رابطه این پدر و فرزند، حالا میپرسم اگه خواستید جواب بدید، بحث زیاد میکنید با هم یا نه؟ نه، بحث زیاد نمیکنید. ما یه اختلاف سلیقه هایی داریم، خود ایشون هم یه دفعه توی یه مصاحبهش گفته که ما اختلاف سلیقه داریم با هم. اختلاف سلیقه همون هم کم نیست، در خیلی جاها نظری من دارم، نمیشون نظری اون داره. از نظر اسلامی من یه تشخیصی دارم، اوشون رو قبول نداره، بعض وقتا مباحثه میکنی و قانع نمیشه. خلاف اختلاف نظر، اختلاف سلیقه داریم. حاج خانم که دخالت نمیکنه خانواده؟ ایشون هم گاهی چرای مختصری، ایشون هم گاهی اعتراض میکنه. طرف شماست یه طرف ایشونه؟ نه، ایشون طرف من. حاج آقا شما از جمله شش فقیهی بودین که اول اسفند 58 از امام خمینی رحمت الله علیه برای شورای نگهبان حکم گرفت، در واقع از جمله نخستین مسئولیت‌های شما به شما می‌رفت. اصلا تعریف می‌کنید که چی شد
چه اتفاقی افتاد شما عضو شد؟ چجوری اصلا مطلع شدید که انتخاب شدید در شورای نگهبان؟ والا من که اصلا باورم تو این وادی نبودم، باورم نمیاد یه روزی من به عنوان شورای نگهبان میگفتم شورای نگهبان یه فقایی میخواد خیلی بالاتر از ما، عالی تر، مقام تر از ما و سابق دارتر از ما و سن و سال دارتر از ما و جامعه کامل تر از ما. واقعا این اصلا به ذهنم نمیمد یه روزی. بعد یه دفعه من اهواز بودم، تو همون دادگاه انقلاب اهواز بودم، به من گفتن که خبرداری امام شورا انتخاب کردن برای شورای نگهبان. من یه دفعه بهتم زد که عجب، من کجا بود شورای نگهبان، کجا بود، چجوری. اونجا من خبردار شدم که معلوم شد که دیا وقتی که عده با حضرت امام صحبت کرده بودن در راجع به فقها ها اون رو تعریف کرده بودن، خود امام جان میشناختن و بدون اینکه حالا از ما نظر خواهی بکنن بگن که شما حاضری حاضر نیستی امثال اینا، ولایتن تقریبا دیگه ولایت فقیه کار خودش کرد. عجب. و ایشون افرادی را بقیه هم نمیدونم همین مثل من بودن با خودشون قبلا صحبت شده، ولی من به کلی به اطلاع بودم. بعد حاج آقا چجوری بود که حکم اول اسفند 58 صادر شد ولی 26 تیر 59 شروع به کار کرد شورا؟ این امکان زودترش نبود. شما دیگه من فرصت ندارم الان که براتون بگم که ما 0 کیلومتر شروع کردیم. شورای نگهبانی نهادی بود بی سابقه در حکومت قبلی. چون حکومت قبلی میدونید خب همه دستگاه حکومتیش برقرار بود، وزارتخونه‌ای داشت، هر وزارتی مسئولیتی داشت. اونا که رفتن معلوم بود که میره جای اون صندلی اونا میشه، کار اونا رو میکنه. همه چیز سر جا بود و سر پا بود. شورای نگهبانی سابقا نداشت که ما بیان بگیم خب اینجا اتاقشونه و اینجا دفترشونه و اینجا سوابق کاریشونه و اینجا آیین‌نامه اینجوری دارن و هیچی هیچی. شورای نگهبان باید ایجاد بشه، باید تولید بشه. خب اینا به ما دستور دادن، ما هیچی نداشتیم، حتی جا نداشتیم. یعنی ساختمون هم نداشتیم؟ هیچی نداشتیم، واقعا صفر صفر. حتی بعض وقتا جلسه ای که میخواستیم بگذاریم میرفتیم تو مجلس، همین طبقه اول یه اتاقی است که میگن اتاق شاه بوده، اونجا میرفته، میرفتیم اونجا درس میگرفتیم، چون جای دیگه نداشتیم. و مدت های اینطوری ما میخواستیم جا تهیه بکنیم دیگه. به زور و زحمت خدا رحمت کنه آیت الله ربانی شیرازی را، یه رفاقتی که واقع بنی صدر داشت، ازش اینجا دست بنی صدر بود دیگه، ازش خواست اینجا رو به ما بده. اینجا رو که دادم تازه جا پیدا کردیم. حالا اینجا پیدا بکنیم باید یه آیین‌نامه درست بشه، باید از که وسایل و امکانات اینجا تهیه بشه، میسندلی میخواد، امکانات میخواد. این به این سادگی نبود که ما هر روز که حکم میدن هفته بعدش بتونیم را بندازیم کار رو، جلسه تشکیل بدیم. عرضم حضورتون که حاج آقا راز ماندگاری 35 سالتون تو شورای نگهبان چیه؟ خودتون فکر میکنید؟ من خیال بکنم این باشه که اجمالاً مقام حضرت امام رضا رو مقام معظم رهبری از عمل کرده من ناراضی نبودن. رفتار من طوری نبوده که ایشون ناراضی باشند و بخوان به دلیل اینکه من مثلا این کار خلاف کردم، ایشون ضعفی که داشتم، مشکلی که داشتم، من رو جا به جا بکنن. من هم مقید بودم، هم در زمان امام، هم در زمان مقام معظم رهبری، نظرات اونا رو تأمین کنم. حتی یه جاهایی که اگر نمیدونستم که نظرشون چیه میرفتم سوال میکردم که ما آقا این کار میخوایم بکنیم، نظرشون موافقه یا مخالفه. هم در زمان امام، یعنی واقعا تابع امام بودیم ما و تابع رهبر، و عمدتا هم در مسائل انتخابات بود که تو انتخابات عمدتا خیلی وقتا مواردی بود که ما نمیدونستیم چه بکنیم، واقعا ابهام داشت برامون کار. من میرفتم سوال میشدم، یا در موضع گیری ها بعض وقتا یه موضع گیری های ما میخواییم بکنیم، نمیدونیم امام راضی هستن راضی نیستن. من هماهنگ میکردم، چون همیشه نظرات اونا رو میگرفتم، اونا دیگه دلیلی نداشتن که بخوان منو جا به جا بکنن. آقا از چه سالی دبیر شورای نگهبان شدید؟
سال 71 مهر 71 بود که اولین امضا رو به عنوان دبیر من کردم. وقت چطور بهتون پیشنهاد شد دبیریش رو نگهبان حضرت آقا؟ این دبیر طبیعیه که خود حضرت پیشنهاد میکنن دیگه. مدتای بود دیگه، هر مدتی دبیری بوده، آقای صافی بودن، آقای محمدی گلفایگانی بودن، مهدی جیلانی بودن، آقای مهدوی که خدا ان شاءالله شفاشون بده، اینا بودن. در هر دوره‌ای فردی انتخاب میشد. بعد تو این مدتی که بالاخره مسئولیت خطیر دبیری شورای نگهبان رو داشتید، چقدر از عمل کرده شورای نگهبان راضی هستید، راضی بودید؟ چقدر به نوعی اون تصمیمات شورا رو خودتون به عهده میگیرید؟ من معمولاً نارضایی چندونی نداشتم. داشت بعضی وقتا بود ما خودمون یه اشتباهاتی کردیم و بعد هم به اون اشتباهاتمون رو اعلام کردیم. همون چه گفتم دیگه، ما باید از مردم عذرخواهی بکنیم. همون مجلس ششم بود که ما یه عده‌ای رو برداشتیم، افرادی که واقعا صلاحیت نداشتن تایید کردیم. هی به ما میگفتن شما سختگیری میکنید و شما برشوید که تفسیر مزیق میکنید از این حرفا، و یه قدر شرح صد داشته باشید، یه قدر توسعه بدید، یه قدر دیگران هم راه بدید به کار. چرا اینقدر سختگیری میکنید؟ ما کم کم باور اومده بود که نه، یه قدر باید توسعه بدیم. اینا رو کیا میگفتن آج آقا؟ خیلی افراد طرفدارای همینا، همینا که بعد هی تایید شدن و اونایی که توی جریان دیگری پیش میکردن، اجمالاً مثل ما پیش نمیکردن و معتقد بودن که باید یه مقداری درباره مسائل انقلابی و اینا با شرح صد برخورد بشه و خیلی انقلابی فکر نکنیم. خلاصه این نظرشون این بود. تو بررسی صلاحیت ها مثلا چرا یه در رد میکنین افراد دوستان اونا رد کرده اید؟ در واقع یه مقدار سر اون انتخابات بازتر گرفت. همین دیگه. وقت بعد اینا کم کم میگم ما گفتیم یه تجربه بکنیم ببینیم چی میشه. تو اون مدرسه ما خیلی دار تایید کردیم، بعد فهمیدیم اشتباه کردیم. من خودم چند دفعه اومدم استغفار کردم و اعلام کردم که اینجا ما اشتباه کردیم. هم برسم تعمل نماز جمعه جای دیگه تریبون هایی که بود، من گفتم اشتباه کردیم، استغفار میکنم، خدا ما رو بیاخشه و بیامرزه. بله اینجوری بود دیالا. حاج آقا اداره جلسات شورا چطوره؟ برخی ها یه جوری تصویر میکنن جلسات شورا رو، میگن در واقع بدون هیچ گونه مخالفتی مثلا باید یه چیزایی تصویب بشه، یا مثلا کلا اعضا فرصت ابراز نظر مخالف مثلا ندارن. آیا اینجوره واقعا؟ این یه واقعا ظلمی است به شورا میشه و یه سوء ظن و بدبینیه و یه شایعه سازی بیجاست و این یه توهین است به اعضا. واقعا اگر اعضا اینجوری باشن که خودشون هیچ رأی نداشته باشند و یه نفر بخواد همه اونا رو آرایشون رو بگیره، این معنیش که اصلا رأی خاصی ندارن. اینا توهین به ایناست، جسارت به ایناست. اینجوری هر کسی بر خودش یک رأی داره، بعدم در موقع رأی گیری ها بحث میشه، چه در مسائل مجلس و مصوبات و قوانین که تصویب میشه در اونجا، چه در مسائل انتخابات. جلسه جلسه بحثه. از اول هم همینجور به تازگی هم نداره. مثلا اول هم هیچ وقت اینجور نبوده که یک نفر کاملا حرفش را بخواد به کرسی بنشونه و دیگرون رأی، معنیش نه دیگرون رأی ندارن. آیا حاج آقا مثلا توهین به ایناست. مثلا همین اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظر هایی که شما اختلاف میگید، نظر طبیعیه. همون اختلاف نظری که تو شوراست نقطه ضعف حساب میشه یا نه نقطه قوت؟ اختلاف نظر طبیعی باید هم باشه. اصلا اختلاف نظر نباشه که اصلا خیلی بد معنی میده. یعنی اینا نظر خاصی ندارن، اهل تشخیص نیستن. اگر افراد داخل باشن بالاخره این یه چیز تشخیص میده، اون یه چیز دیگه تشخیص میده، اختلاف نظر پیدا میکنن. و خدای نکرده این اختلاف نظر و همدلی ها رو خدای نکرده تحت تاثیر قرار نمیده. ما از اولی که شورای نگهبان وارد شدیم، سعی من بر این بوده و موفقم بودم تا حدود زیادی که هماهنگی برقرار بشه. من مکرر گفتم که شورای نگهبان یه مقامی داره که جای اختلاف نیست. شش نفر فقیه منصوب امام و رهبر، شش نفر حقوق، حقوقدانی که منتخب
مجلسن با پیشنهاد قوه قضاییه، اینا در یه حد بالا و برجسته‌ای باید باشن دیگه. این اینجا مثل یه اداره نیست که چهار نفر این ور میشینن و چهار نفر اون ور میشینن با هم دعوا میکنن و اختلاف نظر پیدا میکنن و اسباب زحمت درست میشه. اینجا جایگاهش اینطوریه، بنابراین ما حتی الامکان نباید بگذاریم که بینمون اختلاف به اون معنا به وجود بیاد. اختلاف نظر هست اما دو دستگی نباید به وجود بیاد و به الحمدلله این حالت هم حفظ شدیم در طول این 34-5 سال. و میگم اختلاف نظر بوده، بعضی وقتا سر هم داد و قالب کرده ایم اما رفاقتمون هم آنکه بود برقرار. حالا اگه بخوایم اشاره کردید به بحث های مختلفی که میشه تو شورای نگهبان، اگه بخوایم مهمترین بحث ها رو تو سال های اخیر بگید که رو چه مبحثی، حالا چه مصوبه مجلس بوده باشه چه در زمین انتخابات، که بیشترین بحث ها رو داشته باشید. بحث های داغم در انتخاباته. در بحث های مجلس و مصوبات مجلس بحث اونجور داغ، بحث های علمی چرا میشه؟ اختلاف نظر فقها عمدن هم نظر فقها هاست. فقها بر سر یه مسئله اختلاف نظر پیدا میکنه که این مصوبه از نظر شرعی، خود فقها با هم، بله، از نظر شرعی مثلا خلاف شرعه، یکی دیگه می خلاف شرع نیست، اینم کم نیست. اینجور نیست که راحت بشه همه شش نفر بگن خلاف شرعه، شش نفر بگن مثلا موافق شرعه. اختلاف نظر کم نیست در اینجا، طبیعی هم هست و بعض وقتا میقدر حاج میشه دیگه، یعنی بحث های داغ میشه و حتی به داد و فریاد طلبگی میرسه و مثل مدرسه فیضیه میشه. اینجا من چند دفعه گفتم به این آقایون که آقا اینجا مدرسه فیضیه نیست، رعایت رو کنید. هر گاهی هم مدرسه فیضیه میشه. آقا نحوه بررسی اسناد و مدارک برای احراز صلاحیت های انتخابات چجوریه؟ یعنی رأی گیری میکنن یا نه واقعا احراز میشه؟ یعنی بعضی ها بر اساس اون اسناد و مدارک رد میشن یا نه بعد رأی گیری هم میرسه؟ ببینید روال کار رو شما باید بدونید چجوریه. ما باید صلاحیت را احراز بکنیم، یعنی این شرایطی که در قانون مجلس آمده که این آقا باید داشته باشه، این اعتقادات و این عمل کرد و این رفتار و این مسئله و موضع سیاسی اینا که تو این قانون اومده، باید احراز بکنیم که این آقا این شرایط داره. و تأیید صلاحیت معنیش اینه که من شورای نگهبان شهادت میدم که این آقا این شرایط را داره. کار سنگینیه این. و خب حالا از کجا بفهمیم؟ بعضی هایی که آدم میشناسه، شورا همه میشناسندشون، سابقه دارن، خب بحثی نداره که اینا همه میدونن که یا صلاحیتش همه قبول دارن یا عدم صلاحیتش همه قبول دارن. اینا بحث نداره. ما برای این کسانی هستند که نه شناخت اینجوری که همه بشناسن ازشون نیست. ما به این منابعی که چارگانی که گذاشتن برامون از اینجا نظرهایی میکنیم و میگیم که این آقای فلان، این افراد که درفتن تو وزارت کشور ثبت نام کردن با این مشخصات، اینا آمدن ثبت نام کردن، شما چه سوابقی از اینا دارید به ما بدین؟ از اینا استعلام میکنیم، اینا هم در یه مدتی جواب میدن. یکی میگه سابقه نداره، یکی میگه این سابقه رو داره، یکی میگه سابقه خوب داره، سابقه بد داره. این یه قسمت. خب ما اینا رو نگاه میکنیم و باید یه جمع‌بندی بکنیم. بعدش علاوه بر این ما خودمون در شهر سرها نیروهایی که داریم، میگه منابع اطلاعاتی هم خودمون داریم که اطلاعات اونا از اطلاعات وزارت اطلاعات مثلا کمتر نیست، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. ما خودمون بانک اطلاعات داریم، منابع اطلاعاتی داریم و اونا رو هم آموزششون دادیم، توجیهشون کردیم که باید مستند باشه حرفاتون، متقن باشه، شایعات سر زبونا رو اعتنا نکنید و سند داشته باشید برای حرفتون. اونا هم به ما گزارش میدن و گزارشتون اونا برای ما خیلی مفیده و مؤثره، چون اونا محلی هند.
اونا محلی هم میدونن که این آقا توی این محل مثلا 30-40 سال بوده، چه سابقه داشته، چه ارتباطات داشته، با چی مشهور بوده، سابقه انقلابیش چیه، سابقه دینیش چیه، اونا اطلاعات اینجوری دارن. بعد اونی که مثلا میگن برای انتخابات ریاست جمهوری مثلا برای آقای فلانی که حالا شناخته شدم هست رأی میگیریم، اون یه جور دیگه است؟ تویش خودشون رو رأی گیری میشه؟ اون ساده تره البته، رأی گیری که همش همینه که فرق نمیکنه که منتهاش در مجلس خیلی بار سنگین تره، چون سراسری کشوره و هر افراد زیادی هم هست، جای زیاد، هر شهری، هر روستای خودش یه دیر مثلا میرن ثبت نام میکنن، اون خیلی مشکل تره. در ریاست جمهوری عدد محدود تره و غالبا هم افراد شناخته شده هستن، آدم میدونه اینا چی کاره هستن، شرایطش هم تو قانون اساسی اومده، برخلاف قانون مجلس شرایطش تو قانون اساسی نیومده، شرط نماینده و یه نقصی تو قانون اساسی که اگر یه روزی بخواد قانون اساسی اصلاح بشه این نقص رو برطرف کنن. شرایط نماینده را تو خود قانون مجلس این تصویب کرده اند، تو قانون اساسی نکرده. بله، به هر حال اونجا ساده تره، اینه که زودتر تصمیم گیری میشه. حاج آقا با توجه به سازوکار قانونی و مسئولیت شورای نگهبان، خب ما یه سال دیگه یه انتخابات، دو تا انتخابات چیز داریم حساس داریم، یکی مجلسه که خبرگان رهبری است. برای خبرگان رهبری چه تدابیری اندیشیده شده؟ چون بعضا برخی ها رو میبینیم که ابراز نگرانی میکنند از انتخابات آتی خبرگان رهبری. این ابراز نگرانی برای چه هست؟ سازوکارها که مشخص است. اولا تدابیر شورای نگهبان راجع به مجلس و خبرگان یه نواخته، یک جوره. شما ببینید وظیفه ما چیه؟ وظیفه مشابهه. ما باید احراز صلاحیت بکنیم هم تو مجلس هم تو خبرگان، منتها شرایط هم اینقدر فرق میکنه. در خبرگان شرط اجتهاد هست که خب این احرازش هم ساده نیست، در مجلس این شرط نیست، شرایط فرق میکنه، ولی بالاخره احراز شرایط بایدش. این یک. یه فرق دیگه این که احراز شرایط خبرگان مخصوص فقها هست، طبق خود مسببه مجلس خبرگان شرایط خبرگان را باید فقها های شورای نگهبان احراز بکنند. خب این فرق داره با اونجا، ولی در هر صورت کارمون درجه اول احراز صلاحیت با خصوصیت که اختلاف داره مجلس و خبرگان. درجه دوم نظارت بر برگزاری انتخابات رأی گیریه. اونجا مثل همه فرق نمیکنه. ناظرین ما باید سر در صندوق ها باشن، ببینن یه دفعه خلافی صورت نگیره، تقلبی نشه، کار خلاف نشه، و بعدم وقتی که رأی گیری تمام شد اعتراضاتی میشه، افرادی میان میگن اینجا جور بوده، اونجا اینجا حق ما ضایع شده، اینجا تقلب شده، رسیدگی به شکایات. اینا یک نواخته شورای نگهبان، وظیفش اینه، غیر از اینم کار دیگه نداره. منتهاش در خبرگان مسائلی هست که کار دیگه ارتباط شورای نگهبان نداره. بعد الان راجع به خبرگان یه عده‌ای دارن فعالن، یک با اقزاز سوء سیاسی که میخواند خبرگان را قبضه بکنند و حسن نیتی هم من ازشون سراغ ندارم. بعضی هستند، تعدادی هستند، البته عددشون اونقدر نیست و اونقدر زیاد نیستند، ولی بالاخره بیکار ننشستند. ولی این دیگه مربوط به شورای نگهبان نیست، کار به شورای نگهبان نداره، فضای سیاسی و اجتماعیه. بعد از آقا اینی که میگن نماینده های فعلی خبرگان دیگه احتیاجی به احراز صلاحیت ندارن و تایید صلاحیت ندارن، درسته؟ این به یه معنا درسته و به یه معنا درست نیست. به این معنا که بعد علل قاعده اونا که تایید صلاحیت شدن که باید تایید بشن، منتهاش بعضی وقتا ممکنه که در دوران نمایندگی یه کسی شرایط از دست داده، مجلس هم وجود داره، مجلس هم اینجوره. ما افراد کم نبوده، خیلی هم زیاد بوده در مجلس اومدن احراز صلاحیت کردیم و تاییدشون کردیم، رأی هم آوردن، بعد در دوران نمایندگیشون در مجلس یه کارهایی خلافی کردن که ازشون سلب صلاحیت شده،
دفعه دوم که میان ثبت نام میکنن سالی از رد میشه. این تو مدرسه هست، زیاد هم هست، خیلی کم هم نیست. پس این احتمال هم برای برخی ممکنه شده برسن وجود داشته. بله، برای تعدادی اینجور میشه. برای خبرگان هم همینطوره. این شرایط رو در اون وقت داشته، حالا الان نداره دیگه شرایط رو، از دست داده تو دوران چند ساله خبرگانش این شرایط از دست داده. خب این بله، یا این که این دیگه طبیعیش شرایط سر بیشه، نمیتونه دیگه. یه سوالم در مورد خبرگان باز بپرسم. تو این اجلاسیه اخیر شهریور ماه یه دوفوریتی تقدیم هیئت رئیسه شد با توجه به کسالت آیت الله مهدوی که این در واقع هیئت رئیسه ای که تعیین شده ابقا بشه با توجه به انتخابات سال دیگه تا یه سال دیگه که دو فوریتش رای نیاورد. حالا برای اجلاسی اسفند ظاهرا ممکنه دوباره اصل این رو رای گیری بکنن. فکر میکنید رای بیاره چنین چیزی؟ والا من به صورت قطعی نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی به نظرم میاد اون که گمان من اینه که رای بیاره، اما به صورت حتمی نمیتونم بگم. بلازم زن قوی دارم که این رای میاد. اگر رای نیاره دوباره باید یه انتخابات دیگه برگزار بشه. ممکنه خودتون نامزد ریاست بشین یا نه آقا؟ آخه من که به درد این کار نمیخورم، و بعدم به منم گفتن، گفتم من آمادگی ندارم برای این کارو، به فکر من کسی نباشه. خدا ان شاء الله آقای مهدوی رو شفاش بده. ان شاء الله. آقا آیا به نظر شما که 35 سال تو شورای نگهبان حضور دارید، مقاطع حساسی رو بالاخره گذروندید، آیا ما به یک سری تغییرات ساختاری تو شورا احتیاج داریم یا نه؟ من چیزی احساس نمی کنم. من احساس نمی کنم. یعنی خلعی نمی بینید؟ نه نه نه. یه اصلاحاتی که همیشه بالاخره دستگاهی باید مرتب به فکر اصلاحات باشه، که نمیشه دادم همیشه بگید ما بهترین وضعیت را داریم. همیشه باید فکر باشه و بهترش کنه این چه هست. ولی اون چه تغییر ساختار من نمیبینم. نظر حضرت آیت الله جنتی در مورد حق انتخاب مردم و جایگاه مردم در انتخابات و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلام، این نظری است که همه امام و امت امام همه این نظر را دارن، منم یکی و شورای نگهبانم یکی. بالاخره از نظر قانون اساسی همه مردم، هر کسی یک رأی داره و حق رأی دادن داره، و از کسی هم نمیشه این حق رو سلب کرد. و نظام هم برای این مبنا، قانون اساسی هم برای این پایه مبنا پایه گذاری شده، و بنابراین و این از مردم سالاری دینیه، منش همینه دیگه، که حاکمیت مال مردمه و اون کسانی که مردم انتخاب کنند به نمایندگی مردم امور مملکت رو اداره میکنند، از رهبریش گرفته تا ریاست جمهوریش تا خبرگان و مجلس شورا. خیلی تلاش کردید آقا محمد حسین به مسیر برگردن آقا؟ بله دیگه، من هم یه دفعه برخلاف توقع توی یکی مواردی که من زندان بودم، تو زندان بی مقدمه یه دفعه دیدم حسین آوردن. من تعجب کردم که من خیلی هم دلم میخواست ببینمش، چطور مدتی هم ندیده بودمش. آوردنش اومد پیش ما و مدتی هم باش بحث کردیم که خاصیتی نداشت. بعدم که انقلاب شد و عرشبت که و خب حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برقرار شد و اینا آزاد شدن از زندان، من تو خونه مدتی باش صحبت کردم، خیلی دل سوزانه و پدرانه و با علاقه و مهربانی خیلی باش صحبت کردم. دیدم نه، اونجا خیلی تحت تاثیر رجوی قرار گرفته. اونجا اونا زیاد روش کار کردن، مدت ها اونجا کار کردن دیگه، با یه جلسه و یه صحبت من فایده نداره، بالاخره اثر نکرد. امتحان سختی حاج آقا، شما که از امثال مسئولانی بودید که از این امتحان سربلند بیرون اومدین در قبال فرزند، اگه بخواید تو یه عبارت بگین چجوری واقعا از این سربلند بیرون اومدین؟ چون خیلی بعضی هستن گرفتار بچه هاشون میشن. من بالاخره ما به اسلام و انقلاب و نظام بیشتر از فرزند علاقه مندیم دیگه، و خب یک فرزندی که راهش از ما جدا میشه طبیعی است که ما نمیتونیم اینا دیگه. با توجه به این اتفاقات و فتنه بزرگ 88
آیا شده مردم از شورای نگهبان از شما بپرسن که این دو نفری که بالاخره از شورای نگهبان تایید شدن، تایید صلاحیت شدن و عامل این فتنه بزرگ شدن، چرا تایید صلاحیت شدن؟ کسان چنین فتنه‌ای به وجود بیاد؟ آیا شده ازتون بپرسن چنین چیزی رو؟ من اینجا یه بحثای زیادی دارم و من دیگه شما سوال دیگه ندارید، من راجع به همین بیشتر صحبت کنم. تو همین مایه هست بیشتر، همین تو همین راست هست. ارشاد که ببینی اینا اولا به اتفاق آرا تایید نشدند، اختلاف رأی بود، اکثریت بود، فقط تاییدشون اکثریت بود. این یک. یعنی به اتفاق آرا تایید نشدن؟ اتفاق نبود، اکثریت بود. همون وقت هم یه عده نظر مخالف داشتند، منتها اکثریت رأی. این یک. دوم، مبنای رأی اکثریت این بود که از اینا ما سابقه اونچنانی نداشتیم. این مسائلی که بعد پیش اومد، قبلا اینا سابقه اینجوری نبود. و اینا خب نه در زمان آقای موسوی، نه در زمان آقای کروبی، یه سوابقی که ازشون سلب صلاحیت بکنه و نشون بده که این شرایطی که در قانون اساسی آمده ندارن، ما از اینا نداشتیم. خب خود به خود طبیعی است مثل بقیه تاییدش بشه. بعضی مسائل دیگه هم در جنبه کار بود که حالا من اونا رو نمیخوام متعرض بشم. به هر حال این اتفاقات بعد آمد. خب ما هم بعد یه چار ناراحت هم شدیم، چرا ما این رو تایید کردیم ولی نمیتونستم تایید نکنیم دیگه. یعنی اگر ما تایید نمی کردیم، بعد خود اینا یا دیگر اومدن سوال میکردن از ما که شما به چه دلیل اینا رو تاییدشون نکردید، ردشون کردید؟ کدوم از این شرایط که در قانون اساسی آمده در اینا نیست که به اون دلیل موجب ردشون شد؟ ما جواب روشن نمیتونستیم بدیم. میگم چیزهای مختلفی جمع شد دوره هم. برخی ها الان صحبت میکنن که این دو نفر مثلا چرا در حسرن و بالاخره نظام فقط دوست داره که یک صدا در مورد فتنه شنیده بشه و اینا بیان بیرون. واقعا چه نظری تو این زمینه؟ شما چه پاسخی دارید تو این زمینه؟ ببینید اینا نه درک سیاسی دارن، نه درک انقلابی دارن، نه در امام و رهبر تسلیمن. من این رو صریحا به شما میگم، این مشکلات اینا دارن و اینا درک نکردن یه مسئله رو که خیلی عوام و ناس کوچه و بازار ما درک کردن و اون این که بالاخره این حرکت اینها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده و اسرائیلی هایی که از حرفایی که گفتن، گفتن این حرکت سبز اینا از چیزهای سرمایه های بزرگ ماست. این مطالبی است که اسرائیلی ها میگفتن، سرمایه بزرگ ما هستن اینا. تمام اینا میدن، اسنادش هم موجوده. بعدم حرکتی که شد به عنوان تقلب که دروغ محض بود و باید اصلا برای همین مجازات میشدن، ما باید ببینید اینا باید محاکمه میشدن قبل از اینکه برای این، برای این تقلب، برای غیر از مسائل پیش اومد تو خیابونا و اینا رو من کار ندارم، برای ادعای همون ادعای تقلب قبل از اینکه بریزن تو خیابونا، اینا میگن تقلب، اینا رو دادگاه باید احضارشون بکنه، محاکمهشون بکنه. به یه دلیل تقلب چه میگید چیه؟ شما در این نظام رو متهم میکنید، شورای نگهبان رو متهم میکنید، وزارت کشور رو متهم میکنید، هیئت اجرایی رو متهم میکنید. خب این تهمت که میزنید دلیلش چیه؟ خب وقت اینا، این مال اصل ادعای تقلب. با این ادعای تقلب بعدش معلوم شد که مرتب دو چیز معلوم شد. یکی اینکه از بیرون دارن حمایت میشن، ادله فرامونی بود، اینا هم میدونن یکی اما بیش. یکی دیگه اینکه اینا اومدن تو خیابون خودشون نشون دادن، اینا اومدن مسجد رو اشتادن، اینا اومدن عیس امام پاره کردن، اینا اومدن گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اینا راجع به ولایت فقیه اعلام نظر منفی کردن اصلاحات که و زده ولایت فقیه فقاهتشون رو اعلام کردن اینجا، آدم کشتن، آتش سوزی کردن. اینا یه نقطه سپید ندارن، همه
کارنامشون سیاست. خب وقت اینا را هیچ چیزی نفهمید که مسئله براندازی نظام بود به اسم تقلب. خود اینا بعضی هاشون من نمیخوام نام ببرم، خود بعضی اینا هم که مدتی زندان بودند و بعد آزاد شدند، حالا هم آزاده و تو تشکیلات ریاست جمهوری قبلی هم بود، خودش گفت که این تقلب رمز حرکت ضد انقلابی ما بود. خب اینا همه میدونستن. اون وقت بعد حالا اینا بعد بیان منت بر سر اینا گذاشتن. اگر بنا بود اینا رو محاکمه بشن، هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده. تو هیچ کشوری یک کسانی که اینجوری در مقابل نظام وامیسن، نه در مقابل یه دولت یا یه قاضی یا یه وزیر یا یه رئیس جمهور، در مقابل نظام تحمل نمیکنه دولتی. اجازه بدید من حرفم تمام بشه. بنابراین اینا اومدن منده سر اینا گذاشتن، گفتن بیا به هر دلیل ها را، حالا اسمش ها بذارن مثلا لطف اسلامی مثلا، یه اسمایی اینجوری بذارن و مهربانی و محبت بهشون بکنن، بعدن تخفیف بهشون دادن و الا هر جای دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن، در جا اعدام کردن. ما امام چیم فرمود رضوان الله، همون وقتی ما دادگاه انقلاب و اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی همه شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم، امام میفهمه اون که جرمش مسلمه نباید معطلش کرد. موسولینی رو وقتی آوردندش، قاضی آوردش پای تو دادگاه، بهش گفت اسمت چیه؟ گفت فلان موسولینی. گفت ببرید اعدامش کنید. از سوال دوم ازش نکرد، برای اینکه معلوم بود دیگه جرمش مسلمه، فقط بشناسیم که یک کسی رو عوضی نیاورده باشن اینجا. نظر امام این بود، اینجوری باید همون وقت اعدام میشدن، نشدن. و من تعجب میکنم اینا که این حرفا رو میزنن، که میگم اینا درک انقلابی ندارن، درک سیاسی ندارن و مسائل دیگری هم ممکنه داشته باشن. چرا اینا الان نمیگن چه چرا این سران فتنه که این دو نفرشون اونجا گیر شدن، دو نفر دیگه چرا باید آزاد باشن؟ یکیشون که داره همینجور راه میره و زیرابی کار میکنه و که راه اونا رو ادامه میده، باید اعتراض کنن چرا اینا دستگیر نکردن، نه چرا اون را نگه داشتن. این اعتراض به جاست، این اعتراض به حق جواب هم نداره. یا اون یه شه حدود به من گفتن 20,000 صفحه این پرونده داره، جرمش هم واضحه واضحه، مدتی هم فراری بوده بعدش هم به زور برگشت و هرچی. چرا این مونده تا حالا؟ اعتراض میخوام من این اعتراض رو بکنن، چرا اون اعتراض میکنن؟ این چرا باید بمونه؟ چرا باید نه این باید محاکمش اینقدر طول بشه؟ خدا میدونه حالا تا زمان ظهور ادامه پیدا میکنه این پرونده رسیدیش. حاج آقا سوال آخرم اینه که برای سال 92، خب انتخابات 92 انتخابات خیلی سختی بود. آخرین سوال دیگه که میدونم که برسید دیگه حذف کردم برای آخر، بعد از آخرم داری؟ نه همین دیگه، همین. من میدونم چون شما حساسی دو وقت نماز. سال 92 خب روزای سختی داشتید، به خصوص در مورد انتخابات 92 کلن، هم از احراز صلاحیتش تا آخرش. چقدر از تجربیات 88 استفاده کردید در شورای نگهبان؟ ما خیلی تجربه استفاده کردیم از این تجربه. تجربه بسیار سخت و بسیار بدی بود. ما دیگه اون جلوب چشممون بوده، تابلو بود جلوب چشممون که باید حواسمون رو جمع بکنیم که دیگه از این اتفاقات نیفتد. خیلی دقت کردیم اجمالاً. من نمیتونم خیلی توضیح بدم، ولی از اون تجربه کاملا استفاده کردیم. با و اون چیزی که بعضیا میگن سال 88 مثلا برخی از اعضای شورا داوری رو رعایت نکردن، این درست بود حاج آقا؟ والا این یه مغالطه، من الان فرصت ندارم که توضیح بدم. اینا مغالطه میکنن. ببینید یه دفعه مسئله گرایشه، هر چیزی ممکنه گرایش داشته باشه. حتی یه قاضی عادلی که پشت سرش مثلا نماز خوند، دو نفر میان پیشش، ممکنه یکشون رو دوست بداره، یکشون دوست نداره، یکشون برادرشه، یکشون پدرشه. منتاش نباید این محبت سبب بشه که در حکم بی‌عدالتی بکنه. حکم عادلانه باید بده. حالا یکی هم دوست می‌داره بداره.
اینجا هم همین جوره، شورای نگهبان ممکنه یه کسی را یا همش، حالا یا بعضیشون، اونی که ادام کنم میگن بعضی بوده دیگه، بعضی ها ممکنه یک کسی علاقه بیشتری بهش داشته باشن، یک کسی علاقه کمتری داشته باشن، ولی این در رأیشون اثر نمیذاره. ما اونی که از اینا میخواییم به قول اینا داوری بیطرفی، داوری در داوری بیطرف باید باشن. یعنی من نه این که چون اینا دوستش میدم تاییدش میدم، چون این شرایط داره، اون یکی چون دوستش نمیدارم ردش نمی کنم چون شرایط نداره، این دوتا با هم خلط میشه. من این اسمش هم میدارم مقانت. خیلی سپاسگزارم، خیلی بزرگواری کردید، محبت کردید، وقت در اختیار رو میگذاشتید، ما براتون آرزوی سلامتی داریم، من هم دعا بکنم. من حالا دیگه چون کتاب هم سنگینه، این جلد اول شناسنامه است که تدوین شده، ما تقدیم حضورتون میکنم. زنده باشید، خیلی محبت کردید. شناسنامه این ما رو چه میدیم؟ انشالله اون رو هم تقدیمتون میکنیم با چاپ بعدی. التماس دعا دارم. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید. انشالله تا دیگر دوباره التماس دعا و خدایا رو نگهدارت.